Ich möchte euch zunächst etwas aus dem Leben von Luc erzählen. امروز خانم میریام میخواد که از یه چیزی از داستان از زندگی لوک رو برامون تعریف کنه. لوک war von Kindheit an auf sich selbst gestellt. لوک از بچگی خیلی باید رو پای خودش وای میساد. Sein Vater verließ die Familie schon früh. پدر ایشون خیلی زود خانواده رو ترک کرده بودن. Die Mutter war mit drei Kindern überfordert, fraß alles in sich hinein und holte sich keine Unterstützung, um ihre Situation zu verbessern. و مادرشون هم با سه تا بچه خب خیلی کار سختی بود، خیلی زندگی سختی بوده، باز پس حمایت و سرپرستی بچه ها بر نمی اومدن تا یه کمی اوضاع رو بتونن بهتر بکنن. Chronische Schmerzen machten sie arbeitsunfähig. و به خاطر درد مزمنی که داشتن قادر نبودن که کار بکنن. In der Schule wurde Luc gemobbt. و توی مدرسه لوک بهش قلدری میشد و مسخرش میکردن و اذیتش میکردن. Bei seiner Mutter wollte Luc auf keinen Fall leben und so landete auf der Straße. اینجوری بود که لوک اصلا نخواست که اصلا با مامانش زندگی بکنه و خلاصه اومد توی خیابون از خونه زد بیرون. Luc war mitten in der Ausbildung und hatte keinen ruhigen Ort zum Schlafen und Duschen, geschweige denn zum Lernen. لوک در واقع در حال تحصیل بود و اون موقع اصلا دیگه توی خیابون جایی بود که بخوابه، نه استراحت بکنه، درس بخونه و جای آرومی نداشت که بتونه واقعا درس بخونه. Aber dank dem Eingreifen seines Lehrmeisters fand Luc schließlich ein Zuhause in einem betreuten Wohnheim. اما در واقع که از معلماشون سرپرست معلماشون کمک کرد که لوک بتونه توی از این یه سری خانه های اینجا هستن خونه هستن مثل هایمن که از بچه ها نگهداری میکنه جوان اونجا هستن تو اونجا بتونه زندگی بکنه. Alles sah so gut aus. همه چیز خوب به نظر می اومد. Aber dann brach Luc zusammen mit einem Kollegen in ein Restaurant ein, klaute die Kasse und wurde erwischt. اما همون موقع بود که لوک با چند تا از همکاراش به رستوران دزدی کردن و پولا رو دزدیدن و ولی گرفتنش. Was für eine Enttäuschung. چقدر ناامید کننده میتونست باشه. Die Reaktion des Wohnheimleiters war überraschend. Wir waren nahe dran, Luc aus der Wohngemeinschaft rauszuwerfen, sagt er. و مدیر در واقع اونجایی که توش زندگی میکردن هم خب خیلی متعجب شد و نزدیک بود که اونو از اونجا بیرون بندازن، اخراجش بکنن. Aber mit dem Rauswurf hätte er alles verloren, seine Lehrstelle, sein Zuhause, alles, was ihm Halt gibt. ولی اگه لوکو از اونجا بیرون میکردن همه چیز رو دیگه از دست میداد، دیگه نمیتونست درس بخونه، نه جایی داشت و هر چیزی که تا الان داشت رو از دست میداد. Wir entschieden uns daher, dass wir mit Luc eine extra Meile gehen. Für uns gibt es keine hoffnungslosen Fälle. ولی اونا تصمیم گرفتن واسه همین یه کار اضافی رو برای لوک انجام بدن که باید انجام میداد در واقع هیچ چیزی ناامیدشون نمیگر از اینکه بتونن از این بدبختی نجاتش بدن. Aber auch diese extra Meile, diese zweite Chance nutzte Luc nicht. اما حتی از این فرصت دوم هم لوک استفاده نکرد و در واقع از دست داد این فرصت رو. Er schwänzte die Schule und verpasste die nötigen Prüfungen. اون از مدرسه فرار میکرد و امتحانا رو هم نمیومد اصلا امتحانا رو بده. Sein Lehrmeister warf ihn schließlich doch raus aus der Lehre. و در نهایت اینکه معلمش و مدیرشون از کلا از اون سیستم آموزشی اخراجش کردن بیرونش انداختن. Luc wurde depressiv, kam in eine psychiatrische Klinik und wurde auch dort aufgrund seines Verhaltens rausgeworfen. اینجوری شد که لوک خیلی افسرده شد، دچار ناراحتی، افسردگی و روانی شد، توی کلینیک روانپزشکی بستری شد، ولی بازم به خاطر رفتارهای بدی که اونجا داشت از اونجا هم بیرونش کردن. Es scheint, dass sich seine Geschichte immer und immer wiederholt. جوری به نظر میرسه که این داستان تو زندگی لوک همینجوری پشت سر هم تکرار میشد همون. Trotz allen Bemühungen, trotz allen Chancen und trotz vieler Gebete, Luc schaffte es einfach nicht, sein Leben in den Griff zu bekommen. با همه تلاشایی که میکرد و میکردن، با همه این شانس ها و فرصت هایی که بهش میدادن، با همه اون دعا، اما جوری نبود که لوک ازش بر نمی اومد و که زندگیشو اداره کنه و دست بگیره.
Jetzt steht vor einem Scherbenhaufen. و این علی سله آلمانی میگه دیگه همه چیز از دست داده بود و همه چیز براش تموم شده بود. Wer hat Schuld? چه کسی مقصر بود اون موقع؟ Seine Eltern, die Lüg eine schreckliche Kindheit bescherten. آیا پدر مادرش مقصر بودن که همچین زندگی بدی رو در واقع برای لوک درست کردن یا باعثش بودن؟ Die Behörden, die nicht eingegriffen haben. یا اون اداره ها و جای دولتی که باید در واقع این بچه رو اون نوجوان رو تو سرپرستی می گرفتن. Die Wohnheimleitung, weil sie zu viel oder zu wenig Geduld hatten. یا مدیر اون وونهایم که باید در کمی بعد بیشتر صبر و تحمل می داشت. Die Beter im Hintergrund, die halt einfach nicht richtig und ausreichend gebetet haben. اون کسی که یا کسی که باید دعا می کرد خیلی به اندازه کافی و درست دعا نکرده بود. Oder Gott selbst, der das alles zulässt und der Lüg nicht auf seine Liste der Erwählten gesetzt hat? آیا خود خدا مقصر بود که در واقع لوگ رو تو اون لیست انتخاب شده ها افراد منتخبی که از طرف خدا منتخب شدن قرار نداده بود از اول؟ Unser Predigttext kann uns bei diesen Fragen weiterhelfen. Er steht im Römer 8, 26 bis 30. خطبه امروزمون یه جورای جواب این سوال رو به همون میده که در نامه رومیان 8 از آیه های 26 تا 30 هستش. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. و روح نیز در ضعف ما به یاری ما می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند و او که کاوشگر دل هاست فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند. می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شده اند همه چیزها با هم برای خیریت در کار است، زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد، و آنان که از پیش معین فرمود همچنین فراخواند، و آنان را که فراخواند همچنین پارسا شمرد، و آنان را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. Ich habe die Predigt in drei Teile so aufgeteilt, zum einen richtig beten, alles dient zum Besten und von Gott erwählt. Und wir beginnen mit richtig beten. در واقع خانم میگم پردیکت رو به سه تا قسمت تقسیم کردن، یکی این که درست دعا کردن، یکی این که به این معنا که همه چیز به نفع ماست و برای ماست، و قسمت سوم هم این که از طرف خدا برگزیده شدن و برگزیده شدگان، که قسمت اول برای درست دعا کردن در مورد اونه. Wie betet man richtig? Was denkt ihr? چجوری آدم درست دعا میکنه؟ راه و روشش چی؟ چه فکر میکنید؟ Ideen? Ide, Nazari. Aus ganzem Herzen. Aus amore galb. Ich bin ja auch da. Andere Ideen, Ergänzungen? Bitten und danken. Ja. Ich bin gut, dann ja, ich habe mir da ja, ich habe Hirsch bekommen, war
شکرگزار تشکر هم بکنید. Es gibt sehr viel Literatur über die Frage, wie man richtig betet. خیلی مقاله ها و کتاب های مختلفی در این مورد هست، در مورد این سال هست که واقعا چجوری آدم درست دعا میکنه. Sie tragen Titel wie kraftvoll beten, beten dem heiligen Gott nahe kommen oder einfach gebet. این در واقع تو این مقاله ها و این داستان ها خیلی به عنوان های مختلفی، مثل اینکه با قدرت دعا بکنیم یا اینکه با دعامون به خدا نزدیک بشیم یا دعای ساده، این عنوان ها رو بهشون میدن. Auf der ganzen Welt gibt es Gebetshäuser mit dem Ziel, dass 24 Stunden am Tag gebetet wird. در همه جای دنیا یه سری خانه ها و مراکزی برای دعا هست که 24 ساعت شبانه روز در حال دعا هستن. Geht es also nicht nur die Qualität des Gebets, sondern auch die Quantität? تو این خونه ها و مراکز دعا در واقع تمرکز روی کیفیت دعا نیست، بلکه روی کمیت دعا است. Und dann haben wir noch das Unser Vater, das Gebet, das uns Jesus selbst als Beispiel gegeben hat. و ما در واقع یه نمونه از دعا داریم، همون دعای پدر آسمانی که خود عیسی مسیح اونو به عنوان مثال و نمونه که چجوری آدم میشه در محضر خداوند دعا کنه به ما داد. Ist es also richtiges Beten, wenn wir Sonntag für Sonntag genau dieses Gebet nachbeten? آیا به نظرتون این دعا، این دعای درستیه که ما یک شنبه به یک شنبه این دعای پدر آسمانی رو بخونیم؟ Der Römerbrief bringt uns ziemlich auf den Boden. نامه به رومیان در واقع تو این مسیر که دعای درست چجوریه به ما کمک میکنه. Da steht, wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. تو نامه رومیان به ما میگه که ما در واقع اصلا نمیدونیم که چجوری باید دعا کرد تا درست دعا بکنیم، راهش رو نمیدونیم. Das heißt doch so viel, wir können gar nicht richtig beten. و این به معنی است که اصلا ما نمیتونیم درست دعا بکنیم. Das sagt nicht irgendwer, das sagt Paulus, der große Apostel und Missionar. اینو هر کس، این حرفا رو هر کسی نگفته، خود پولس رسول گفته، یکی از بزرگترین رسولا و رسولای در مسیحیت. Ihm und uns fehlen die Worte, um richtig zu beten. Wir sind zu schwach. ما در واقع خیلی قاصر و خیلی ضعیفیم، چون اصلا کلمات، توی کلمات و واژه ها کم میاریم که چجوری بخوایم برای خدا دعا بکنیم. Überlegen wir uns doch mal, wofür wir beten. و حتی ممکنه اصلا فکر بکنیم به اینکه برای چی دعا میکنیم. Wir beten für Frieden und Gerechtigkeit, zum Beispiel in der Ukraine. مثلا دعا میکنیم برای صلح و تساوی و مساوات، مثلا الان جنگی که تو اوکراین هست. Für Gesundheit und Heilung. برای سلامتی ممکنه دعا کنیم. Für mehr Besucher im Gottesdienst. مثلا دعا میکنیم که افراد بیشتری بیان توی مراسمای توی کلیسا شرکت بکنن. Für Bewahrung auf Reisen. و اینکه خداوند ما رو وقت تو سفر هستیم محافظت بکنه. Und manchmal beten wir für Sonnenschein oder Regen, je nachdem. و حتی گاهی میشه که برای اینکه هوا آفتابی بشه یا حتی بارون بیا دعا بکنیم. Ein Arbeitskollege von mir hatte Krebs. یکی از همکارای ایشون سرطان داشتن. Wir beteten eineinhalb Jahren lang für ihn. ما برای ایشون، اونا برای این همکارشون تقریبا یک سال و نیم بود که دعا میکردن برای سلامتیشون. Wir baten Gott um ein Wunder und um Heilung. و اونا در واقع از خدا یه معجزه میخواستن. Anfang April ist er gestorben. از اینکه آپریل بوده که ایشون فوت شدن. Haben wir nicht richtig gebetet? آیا ما فکر کنیم که اصلا دعا نکرد، درست دعا نکرده بودن؟ Und was ist mit Luke? و در مورد لوک چی؟ Warum fällt er immer wieder zurück in alte Muster? چرا مرتب دوباره به همون جای اولش برمیگشت و شکست میخورد، نمیتونست به جلو بره؟ Warum ergreift er seine Chancen nicht? چرا نمیتونست از اون فرصتایی که در جلوی پاش بود استفاده بکنه؟ Haben wir nicht richtig gebetet? آیا اصلا درست دعا نکرده بودن؟ Wir beten für diese Dinge, die uns in irgendeiner Weise betroffen, die wir kennen und die uns vertraut sind.
در واقع اینجوری که ما برای چیزای دعا میکنیم که یه جورایی به ما مربوطه، ما باش آشنا هستیم و میشناسیمشون. Unser Gebet kann gar nicht weitergehen als das, was wir selbst denken und erleben. دعای ما حتی اصلا نمیتونن جلوتر برن از اون که از اون چیزی که توی فکر ما سمو بهش فکر میکنیم و تجربهش میکنیم. Wir beten für das, was wir für richtig halten. و اینجوریه که ما دعا میکنیم، وقتی دعا میکنیم واسه چیزی دعا میکنیم که از نظر ما درسته، اون درسته. Und wir beten gegen das Leid, weil wir denken, dass wir den Schmerz nicht aushalten. و مثلا ما دعا میکنیم برای اون زجر و رنجی که هست، چون که فکر میکنیم که اون درد رو نمیتونیم تحمل کنیم یا نباید تحمل کنیم. Aber wir wissen nicht, ob Gott das auch so sieht. Wir kennen Gottes Plan nicht. ولی ما نمیدونیم نقشه خداوند چیه، نمیدونیم خدا در مورد به چی فکر میکنه و در نظر خدا اینجوری اصلا به نظر میاد یا نه. Wir können noch so fromm tun und noch so gewaltige Gebete sprechen. خاطر همینه که ما میتونیم اینجوری از واقعا با اعتقاداتمون عمیقا دعا بکنیم و همچین چیزای بزرگی رو مستقیما از خدا بخوایم. Wir sind Menschen und wir haben keine Sicht auf das Ganze. ما آدمایی هستیم که چون انسان هستیم و محدودیم روی جامعیت در واقع تسلط نداریم و محدودیم. Und darum bleiben unsere Gebete schwach und beschränkt. به خاطر همینه که دعاهای ما هم ضعیف و محدوده. Und wer denkt, dass sein Gebet etwas bewirkt, verwechselt das Gebet vielleicht mit einem Zaubersprüchlein. و کسی که فکر میکنه دعاش اثر میکنه و مستقیما یعنی اثر میکنه، دعا رو با یه حالت شعبده بازی اشتباه گرفته. Man muss es nur oft genug tun und in der richtigen Reihenfolge aussprechen, dann hilft's. اینجوری بعضیا فکر میکنن که آدم باید به اندازه انجام بده، به اندازه دعا بکنه و توی در واقع به ترتیب درست انجام بده و بخواد دعا کنه و این دیگه کمک میکنه و انجام میشه. Nein, so funktioniert es nicht. اما اینجوری نیست، نه اینجوری کار نمیکنه. Das heißt aber nicht, dass wir nicht beten sollten. این به این معنی نیست که ما نباید دعا بکنیم. In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert zu beten, sogar ohne Unterlass, also ohne abzusetzen, immer wieder. توی کتاب مقدس هم به ما گفته شده که مدام در دعا باشین، همیشه در دعا باشین، بدون استراحت، بدون توقف. Denn auch wenn wir mit unserem Gebet nichts bewirken können, Gott hat vorgesorgt. وقتی هم که حتی در واقع با دعاهامون هیچ کاری رو نمیتونیم انجام بدیم یا آره اثری نداره، اما خداوند خودش در موردش قبلش فکر کرده. Erkennt unsere Schwachheit. خدا خودش ضعف‌های ما رو میدونه. In der Luther-Übersetzung kommt das gut zum Ausdruck. Hier steht, in gleicher Weise kommt auch der Geist unserer Schwachheit zuvor. در یکی از ترجمه های لوتری در واقع میگه که این مفهوم خیلی قشنگ نمایش داده شده که اونجا میگه که در این حالت، در حالت مساوی اینجوریه که خود روح خداوند قبلش ضعف های ما رو میدونه. Der Geist Gottes kommt uns zu Hilfe. و روح خداونده که به کمک ما میاد. Er selbst tritt für uns vor Gott ein, weil er weiß, wie es vor Gott richtig ist. اون خودش یعنی روح خدا وارد ما میشه، برای ما وارد میشه و خودش میدونه که از طرف خدا، از نظر خدا چی درسته. Noch bevor wir unserer Unzulänglichkeit bewusst sind, greift Gottes Geist ein. Mit Flehen und mit Seufzen. میگه که حتی قبل از اینکه ما خودمون واقعا مثلا کمبودا و ضعف‌ها و مشکلاتی رو که داریم بدونیم، مثلا قبل از اینکه بدونیم، روح خدا وارد میشه و با اون ناله‌ها و اون ناراحتی‌های درونی که داریم میدونه خودش از قبل از اینکه اصلا به زبون بیاریم. So gesehen ist das Gebet ein göttlicher Dialog. در واقع اینجوریه که مثل یه مکالمه بین خدا هست و خودمون. Gott spricht über seinen Geist mit sich selbst, über uns.
خیلی قشنگه میگه که خداوند خودش صحبت میکنه با روح خودش، با روح خداوند، با روح قدوس، با خودش درباره ما. Gottes Geist durchforscht uns, er schaut uns direkt in unser Herz. و خود روح خدا درون ما و قلب ما رو جستجو میکنه، در اعماق قلب ما هست و مستقیم داخل قلب ما رو و روح ما رو میدونه. Er weiß genau, was uns belastet, worüber wir uns freuen und was wir in diesem Moment brauchen. و خود خداونده که میدونه چی ما رو ناراحت کرده، چی ما رو تحت فشار قرار داده، چی ما رو خوشحال میکنه یا ما الان در حال حاضر به چه چیزی نیاز داریم. Mit dem Gebet treten wir ein in einen heiligen Raum. و اینجوریه که با دعا ما وارد یک فضا و مکان روحانی و مقدس میشیم. Manche denken, sie verändern damit die Welt. بعضیا فکر میکنن که اونا با این کار، با دعا کردن، میتونن دنیا رو تغییر بدن. Aber in Wirklichkeit verändert das Gebet uns selbst. اما حقیقت اینه که وقتی دعا میکنیم خودمون عوض میشیم، دعا کردن خود ما رو تغییر میده. Wir haben also gelernt, wie wir richtig beten, wissen wir nicht. در واقعیت این که چه جوری دعا بکنیم، راه روش صحیح دعا کردن چه جوریه نمیدونیم. Aber etwas wissen wir doch, schreibt Paulus weiter. Wir wissen, alles trägt zum besten der bei, die Gott lieben. اما یه چیزی رو میدونیم که خود پولس رسول هم اینو دقیقاً واضح گفته که همه چیز به نفع ماست و خداوند بهترین رو برای ما میخواد و برای ما بهترین رو دوست داره در واقع. Also alles was mir passiert bewirkt Gutes für mich. و اون چیزی که برای ما اتفاق میفته در نهایت به نفع ماست. Erinnerst du dich an den letzten Strafzettel den du bekommen hast? آیا یادتون میاد آخرین بار کی جریمه شدین، چیز کاغذ جریمه ای که گرفتین کی بوده؟ Oder an die verpatzte Prüfung oder an die lange Krankheit. یا اینکه مثلا یه امتحانی رو ندادین یا رد شدین یا خیلی سخت مریض بودین. All das trägt zum besten bei. همه اینا به سمت اینه که برای ما بهترین اتفاق بیفته و آخرش به نفع ماست. Nicht nur die guten Sachen, alles. نه اینکه فقط چیزهای خوب یا اتفاقهای خوب، همه چیز در زندگی. Wer mit dieser Haltung lebt, den kann nichts mehr erschüttern. وقتی که واقعا عمیقا به این مسئله باور داشته باشیم و به این مسیر بریم و نگاه بکنیم، اینجوری هیچ چیزی نمیتونه ما رو ناامید بکنه و بترسونه. Denn er sieht in allem Gottes Wirken. چون که میدونیم که قبل از همه چیز خود خداونده که وارد عمل شده و اثر میکنه. Gott ist gut, Gott ist die Liebe, wir sind in seiner Hand. و خداوند خودش محبت، خداوند بهترینه و ما تو دستای خداوندیم که قرار گرفتیم. Aus diesem Grund kann es gar nicht anders sein, als dass uns alles zum besten dient. و وقتی واقعا اینجوریه که ما تو دستان خداوند هستیم، چیز دیگه ای اتفاق نمیتونه بیفته، چیز بدی برای ما نمیتونه اتفاق بیفته. Paulus weiß das. پولس رسول هم اونو میدونست. Ich weiß das oft nicht. گاهی اوقات خود منم اینو فراموش میکنم. Ich vergesse es, weil ich in dieser menschlichen Beschränkung lebe. من آره واقعا بعضی اوقات اینو یادم میره، خود منم شخصا، چون ما از لحاظ انسانی محدودیم، به خاطر انسان بودنمون محدودیت رو داریم. Es gibt aber eine Voraussetzung, dass uns alles zum besten dient, wenn wir Gott lieben. ولی یه چیزی باید یادمون باشه، یعنی این حالتی که همه چیز به نفع ماست، برای ما بهترین ها اتفاق میفته، یک مقدمه داره، یه چیزی باید قبلش داشته باشیم، یه شرط داره، اینکه ما خداوند رو دوست داشته باشیم. Gott zu lieben, das ist das erste und das wichtigste Gebot von allen. خداوند رو دوست داشتن و عاشق خداوند بودن اولین و مهمترین دعاییه که قبل از همه چیز وجود داره. Es ist der Kern unseres Glaubens. و هسته و مرکز تمام اعتقادات ماست. Und doch scheitern wir täglich daran. و گاهی متاسفانه هر روز ممکنه که اصلا یادمون بره.
Wir scheitern daran, weil wir denken, diese Liebe geht von uns aus. Ma ino yademun mire shayad behesh fikr nakonim chon ke fikr mikonim ke in ishq o mohabbat az mas ke birun miad az samt mas. Aber das stimmt nicht. Amma injuri nist. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. در کلام خدا در یوحنا 4 آیه 19 اونجا به ما گفته که مهمترین و عمیق‌ترین دلیل برای این اعتماد که به عشق خداوند وجود داره اینه که ما دوست داریم، ما این عشق رو داریم به خاطر اینکه خدا از اول ما رو دوست داشته و به خاطر اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم خداوندو. Nicht unsere Liebe zu Gott ist der Beginn, sondern Gottes Liebe zu uns. اینجوری نیست که عشق و محبت ما به خداوند آغاز این رابطه و این محبت و عشق بین ما و خداوند باشه. برعکس، اول خداوند ما رو دوست داشته. Und so haben auch nicht wir Gott ausgewählt, sondern Gott hat uns erwählt und berufen. و اینجوریه که اینجوری نیست در واقع که ما خداوند رو انتخاب کرده باشیم. خداوند خودش ما رو انتخاب کرده. Von Gott erwählt. Ich lese diese Passage noch einmal. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, als die Erwählten, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. آیه واقعا انقدر که زیبا و عمیق ارزش داره دوباره بخونیم با هم. میگه که زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد، و آنان را که از پیش معین فرمود همچنین فراخواند، و آنان را که فراخواند همچنین پارسا شمرد، و آنان را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. Diese Verse haben zu sehr viel Diskussionen und Auseinandersetzungen geführt. In der مورد آیه خیلی میشه بحث کرد و در موردش صحبت کرد. Der Reformator Calvin leitete daraus seine Prädestinationslehre ab. و در واقع جان کالوین هم در اساس این آیه بود که اون ایده تعلیم جبر که حالا کسی که تو الهیات خوندن این تعلیم جبر رو از این آیه نشأت گرفته. Er kam zur Ansicht, es gebe seit Beginn der göttlichen Schöpfung zwei Gruppen von Gläubigen. John Calvin که معتقد این آیه چیز اصلی فرقه جان کالوینیه که میگه که کسی دو تا مردم انسان دو دست هستن، یا اینکه منتخب شدن و نجات پیدا میکنن، یا اینکه نه منتخب نیستن از طرف خدا و نابود میشن. Die Erwählten, die die ewige Seligkeit erlangten, und die Verworfenen, die in ewiger Verdammnis blieben. کسایی که انتخاب شدن برگزیده ها به سعادت ابدی و همیشگی میرسن و کسانی که منتخب نیستن هم به هلاکت ابدی میرسن. Bei unserem Römertext könnte man tatsächlich auf diese Idee kommen. در واقع تو این از همین نامه رومیان هم ممکنه همین به همین نظر برسیم. Die Frage ist dann, wer sind diese Erwählten? سوال اینه که اون کسایی که منتخب هستن و انتخاب شدن کیا هستن اصلا؟ Gehörst du dazu? Bist du auch sicher? آیا خود تو جز این منتخب ها هستی و مطمئن هستی که انتخاب شدی؟ Als kleines Kind kam ich einmal von der Schule nach Hause und traf niemanden an. وقتی که ایشون یه بچه کوچیکی بودن، وقتی از یه بار از مدرسه اومده بودن به خونه، هیچ کس رو ندیدن وقتی که رسیده بودن خونه. Da bekam ich Angst und weil ich dachte, vielleicht war jetzt die Entrückung und ich bin nicht dabei.
چون ایشون مثلا ترسیده بودن و فکر میکردن ممکن بوده آخر جهان بوده، یعنی این داستان من در موردش تحقیق کردم، یعنی که زمانی که مسیح دوباره ظهور کرده تمام یاران و مسیح واقعی رو با خودش برده و ایشون تنها مونده جا موندن. Meine Eltern kamen dann schon nach Hause. Aber pedamodeshun badesh umadan khune. Heißt das, wir müssen unser ganzes Leben lang zittern, weil wir nicht wissen, ob wir erwählt sind oder nicht? Ein Judie, ke ma tamam zendegimun haminjuri har roz bayad dar hal tars o larz bashim ke aya entekhab shodim ya na? Wenn Gott von Anfang an entschieden hat, wer erwählt ist und wer nicht, wo bleibt da der freie Wille? اگر خداوند از همون اول خلقتش تصمیم گرفته کیا انتخاب شدن کیا نشدن، پس اون اراده خودمون اراده کجا هست؟ Und wo ist Gottes Gnade, die doch für alle gilt? و رحمت و مغفرت خدا کجا میتونه باشه تو این حالت، اگه اینجوری فکر کنیم که رحمت خدا اعتقاد داریم برای همه هست؟ Anders gefragt, wenn Luc aus unserem Wohnheim eben nicht zu diesen Erwählten gehört, wozu dann all das Abmühen und Kämpfen? Hat er mich gefragt, dass wenn Luc aus unserem Hauptgehäuse schon bionisch kardan und die Probleme, die bei ihm pischumat, wenn جزء اون انتخاب شده ها بود یا نبود، اگر جزء انتخاب شده ها نبود، چرا اصلا بعد اینقدر تلاش میکرد و بعدش خودش رو به سختی و زحمت مینداخت؟ hat ja doch keine Zukunft. و هر چقدر هم تلاش میکرد و میجنگید هیچ آینده ای نمیداشت. mich befremdet das. این به نظر خانم میریام، حتی به نظر منم، اصلا با عقل جور در نمیاد خیلی. es passt nicht zu dem Gottesbild, das mir sonst in der Bibel begegnet. و این هماهنگی نداره با تصویر و تصوری که ما از خداوند خودمون داریم، از خداوندی که توی کتاب مقدس برای ما توصیف شده. Vielleicht gibt es aber eben noch eine andere Sicht auf diesen Text. اما شاید میشه که با یه دیدگاه دیگه به این متن نگاه کرد. Wir haben gesehen, dass wir Menschen Gott nur lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. ما دیدیم که ما انسان ها میتونیم خداوند رو دوست داشته باشیم، عاشق خداوند باشیم، چون که از اول خداوند ما رو دوست داشته. ist diese Liebe zu uns Menschen nicht genau seine Erwählung? آیا این محبت خداوند نسبت به ما همون فرایند انتخاب نیست؟ wir wissen, dass Gott die ganze Welt liebt. و ما میدونیم و معتقدیم که خداوند تمام دنیا و تمام خلقتش رو دوست داره. Wir sind seine Schöpfung und er hat uns wunderbar und genial gemacht. ما انسان ها هم جزء خلقت خداوندیم و خداوند ما رو واقعا شگفت انگیز و فوق العاده آفریده. Er will, dass uns alles zum besten dient und er will, dass wir alle Anteil an seiner Herrlichkeit haben. خداوند خودش میخواد که برای ما بهترین ها اتفاق بیفته و برای ما همه چیز به نفع ما باشه در نهایت، و چون که ما انسان ها هم یه بخشی از شکوه خلقت خداوندیم. was für eine befreiende botschaft. و در واقع این پیام و رسالت این خلقت، پیام رهایی بخش آفرینش خداست. Nehmen wir doch diese Liebe an und lernen, selbst zu lieben. این محبت و عشق رو قبول می‌کنیم و خودمون هم باید یاد بگیریم که اینجوری محبت کنیم و دوست داشته باشیم. Und lassen wir uns umgestalten, dass wir mehr und mehr Jesus Christus ähnlicher werden. و بیاین سعی بکنیم به این سمت باشیم و اینجوری باشیم که کم کم هر چقدر تو این مسیر بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم. Das ist unsere Berufung, das ist unser Lebenssinn. و این مسئولیت، حرفه و شغل ماست و این معنای زندگی ماست به عنوان ایمانداران. Und halten wir an der Hoffnung fest, dass auch jene Menschen, von denen wir denken, sie sind fern von Gott, seine Liebe und seine Gnade erfahren dürfen. و باید به این اعتقاد داشته باشیم و به این امید داشته باشیم که حتی کسایی که فکر میکنیم که خیلی دورن از خداوند، اصلا خداوند بهشون کاری نداره، ولی حتی همون انسان ها هم
محبت خداوند و رحمت خداوند رو دارن. Jesus Christus spricht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen. عیسی مسیح خداوند ما میگه که خداوند خودش دنیا رو انقدر دوست داشت که یگانه فرزندش رو به این جهان فرستاد تا هر که اونو دوست داشته باشه هلاک نشه بلکه حیات جاودانی داشته باشه. آمین.